سلام مجدد خدمت همه شما، شمایی که تازه پیوستین به برنامه گلبانک، صبحتان بخیر و امیدوارستم خوب و خوشخوی بیدار شده باشین. در این قسمت از برنامه فرصت داریم که با خانم آمنه باتوری، ورزشکار در رشته تکواندو صحبتای داشته باشیم. پیش روی ما پر از مدال هست و قرار است در مورد هر یکی از این مدال‌ها صحبتای داشته باشیم. خانم باتوری، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و برنامه حضور پیدا کردین. به نام خداوند مهربان، سلام به شما و سلام به کسایی که در استودیو حضور داره و یک سلام خاص به هموطنهای عزیز ما. امیدوار هستم یک صبح فوق العاده عالی را آغاز کرده باشن. سلامت باشین. یونیفرم شما برام سوال برانگیز بود. یونیفرم نیست، لباس عادی است. لباس عادی است؟ بله. خب من پس فکر کردم یونیفرم است. نه خیر، نه. جالب بود برام. خیلی هم خوش تیپ هستین. صبح چطور آغاز کردین؟ صبح را پیش از اینکه در برنامه شما بیایم با یک رسانه دیگه آغاز کردم و بسیار عالی. خیلی خوب. معمولا اگر با رسانه ها نباشین صبحتان چطور می باشه؟ نه، معمولا اگر با رسانه ها نباشم طبق معمول ای بستگی داره به خود شخص که چه قسم صبح خود را آغاز بکنه. چطور است؟ یعنی برنامه‌تان چطور است؟ بسیار خوب. من روزایی که برنامه نمی داشته باشم با رسانه ها از طرف صبح تمرین دارم و تمرین می رسم و دوباره در ختم روز هم که امو شب میشه بازم تمرین داریم. از طرف صبح چند دقیقه؟ یک ساعت، دو ساعت تمرین میکنیم؟ از طرف صبح 1.5 ساعت و از طرف شب 2 ساعت. 2 ساعت تمرین میکنیم. تکواندو رو کی شروع کردین و چطور که علاقه من شدین؟ بعدش هم به شکل حرفه‌ای پیش رفتین دیگه؟ تمریناتون پیش کدام استاد و در کجا پیش بردین؟ بسیار خوب. من تقریبا بیشتر از 3.5 سال، نزدیک به 4 سال میشه تکواندو را آغاز کردیم زیر نظر استاد محترم خداداد صادقی و همچنان در انجمن کهکشان و بسیار خوب هم آغاز کردم. از چند سالگی شروع کردیم؟ از چند سالگی شما سال چه بگید که ما سنتان هر چه زنیم؟ شانسی جوزا من 18 ساله میشم و همچنان طبقه که گفتم نزدیک به 4 سال. بله. خیلی خوب، خیلی خوب. مدال ها را در موردش برای ما بگو که از کجا به دست آوردی؟ مسابقات داخلی بوده دیگه طبیعتاً، درست است؟ درونی بله. و بیرونی هم داریم در بینشان یا خیر؟ در تیم ملی حضور ندارین هنوز؟ آیا پلان دارین که بیاین وارد تیم ملی هم شوین یا خیر رقابت ها فکر میکنم که قرار است برگزار شوه؟ بسیار خوب. مدال ها قسمی که میبینین زیاد است، شاید در مورد هر کدام اینا اگر توضیح بدم وقت برنامه را زیاد میگیره، ولی هنوز در تیم ملی نیستم. دمی آینده های نزدیک قرار است مسابقات تیم ملی برگزار شوه و همچنان ما اشتراک میکنم، یکی از کاندیدایش هستم و امیدوار هستم انتخاب شوم که خوشبختانه شاید شوم و همچنان بسیاری از ورزشکارا هستن که میگن زود ما را باید به تیم ملی انتخاب بکنن یا کم دیرتر، ولی اگر ما زودتر به تیم ملی انتخاب شویم و عضویت تیم ملی را بگیریم شاید این مربوط به خود شخص میشه، ولی نظر شخصی من این است که مدت زمان را ما ورزش بکنیم، یعنی کمتون از تجربه های خود استفاده بکنیم، بعدش عضویت تیم ملی رو بگیریم و نمایندگی بکنیم از افغانستان در تمام جهان. و در رابطه با بخش بعدی سوالتان، ای که ما تقریبا قسمی که قبلا گفتم نزدیک به 4 سال میشه تکواندو رو آغاز کردیم. 4 سال تمرین کردین تا بتونین که امسال در تیم حضور پیدا کنین. آیا قبلا خودتان نخواستین یا ای که هنوز فکر میکردین با معیارهای تیم ملی برابر نیستین؟ خب با معیارهای تیم ملی ما شخصا که فکر میکنم خود برابر بودم، ولی متاسفانه در این قسمت باید بگویم که کمی از مسئولین تربیت دقیقاً فدراسیون و تربیت بدنی است که بر ما مسابقات تیم ملی را برگزار نمیکردن و کمی از اونا است. فکر میکنم نه تنها ما بلکه بسیاری از هم تیمی های ما که هستن کمی نخواد از اونا باشه. خیلی خوب. در مورد این مدال ها بر ما بگو که در کجا و از کجا به دست آوردی؟ خب شروع میکنیم از دو مدال که به رنگ زرد هست و بله بله خیلی خوب. دقیقاً از این دو مدال زرد که نسبت به بعضی مدال های دیگه کلانتر است و اینا را سنگین تر هم هستن. دقیقاً اینا را ما خلاف رشته فایت کردیم و خوشبختانه با شکست دادن چند حریف خود تانستم این مدال ها را کسب بکنم. مسابقات قهرمانی ملی؟ بله.
خلاف رشته منظورتان؟ خلاف رشته منظورم از خلاف رشته است. در کل ما یک بار نی بلکه چندین بار مسابقاتی که برگزار شده خلاف رشته بوده، یعنی رشته ما تکواندو ITF هست. ما با دختر خانم هایی که در بخش فری فایت، بوکس و بعض رشته های دیگه اونا تمرین میکردن، ما فایت کردیم و با شکست دادن چند حریف خود تانستم مدال را کسب بکنم. خب پس یعنی غیر از تکواندو رشته فری فایت و کدام رشته دیگه؟ رشته های زیاد بودن، یعنی وشو، فری فایت، بوکس، کیک بوکسینگ و بعضی رشته های دیگه ما تانستیم به سبک اونا فایت بکنم و این مدال های رنگارنگ را کسب بکنم. دقیقا چه کار هستین شما؟ دقیقا یک انسان موفق. تکواندو کار؟ انسان موفق؟ بله. خیلی خوب. در مورد این مدال تا؟ در مورد این مدال، این مدال تقریبا فکر کنم یک سال پیش، البته قبل از کرونا منظورم است، مسابقات برگزار شده بود با همرشه های خودم و ما 8 حریف داشتم و موفق به دریافت مدال برنز شدم. خیلی خوب، خیلی خوب. پس از کف زدن و از تعریف زیاد گذشته دیگه. خب در مورد از این کابل اسپورت. بسیار خوب. این مدال که هم فعلا دست شما است، چند وقت قبل، یعنی منظورم قبل از دوره کرونا، یک مسابقه به خاطر روز جهانی زن برگزار شده بود. باسم با چند حریف فایت کردم و از رشته های مختلف بود و کسی را که شکست دادم و تانستم مدال نقره را کسب بکنم از رشته کیک بوکسینگ بود. در پشترم و مدالم فکر کنم رشته از کیک بوکسینگ. بله بله بله، رشته کیک بوکسینگ. من دیگه حیران هستم، من نمیفهمم که شما رو دقیقا تکواندو کار بابام. رشته اصلی ما تکواندو ITF هست، درست، ولی خلاف رشته هم فایت کردیم. خیلی خوب، اینجا یک عالم مدال دیگه هم هست که به ترتیب فکر میکنم یکی دیگه هم در رشته این مربوط رشته خود ما میشه. آها، تکواندو. بله، درست است. خب این هم یک تکواندوی دیگه و به همین ترتیب دو سه تای دیگه داریم و این یکی؟ این یکی با رشته دایفو برای ما مسابقه برگزار کرده بود مسئولین عزیز ما و من یک حریف داشتم و با شکست دادنش تانستم این مدال را کسب بکنم که هیچ علامتی از هیچ رشته نیست. اونجا نوشته است یک کسی که اول شده بود، یعنی مقام اول را گرفته بود، نمایندگی از این میکنه. حالا خانم باتوری، آیا در خانواده کسی بوده که شما رو حمایت کرده و آورده به سمت ورزشیایی که نه خودتان آمدین و خودتان خواستین؟ بعد از چالش هایتان در شروعی رو و حال بر ما بگین، خیلی کوتاه. بسیار خوب. خوشبختانه باید بگویم یکی از حامی های بسیار خوب ما فامیل است. در کل ما فکر میکنم تا زمانی که فامیل پشت سر ما نباشه ما به جای خوب یا یک مقام خوب را نخواهد کسب بتونیم و جای خوشبختی در اینجا است. در خانواده ما نه تنها ما بلکه مادرم و 4 نفر از خواهرای دیگه هم ورزشکار هستیم و تکواندو را پیش میبریم، ولی برخلاف ما دو بیادرم رشته بوکس را پیش میبره و سالهای قبل، یعنی منظورم چندین سال قبل، فعلا که پدرم بسیار مصروف است، پدرم هم یک تکواندو کار بوده و همین باعث شده که ما ورزشکار ببار بیم. درست. پس در هی صورت یعنی زیاد هم سوالایی که ایجاد میشه دیگه از بین میره، جواب باشه آدم گرفته میتونه. پس خانواده در کل ورزشکار، خوشبختانه پدرم تکواندو کار، مادرم تکواندو کار، خواهرام و بعد برادر رو بوکس میکنن، درست است، رشته بوکسینگ. خیلی خوب. و در ارتباط به چالش هایت، حالا در خانواده که چالش مواجه نبوده برای، درست است، بله. در بیرو، در جامعه، در بین مردم، در جایی که تمرین میکردی، در کلاپی که تمرین میکردی؟ خوشبختانه من تا امروز که ورزش میکنم نه تنها از طرف مردم، از طرف فامیل، از طرف هیچ کس ممانعت بر من صورت نگرفته. من یکی یک ورزشکار هستم و چندین سال میشه ورزش میکنم. شاید دختر خانم هایی که میگه سر راه ما مشکلات است و ما از طرف مردم و خانواده اینا ممانعت قرار میگیره که ما ورزش بکنیم، اونا برمیگرده به خودشان، ولی برای من هیچ مشکل نبوده از طرف مردم، از طرف خانواده، از طرف کسایی که همکار ما در باشگاه یک جای تمرین میکنیم، هیچ ممانعت نبوده خوشبختانه. دیدگاه عمومی چه تأثیری نداشته؟
دیدگاه عمومی یک حداقل اینو نمیتونن رد کنن که وجود داره. دقیقاً بدون شک بله 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 دیدگاه عمومی ما در کل از افغانستانی است که مشکلات است، یعنی برای دختر خانم ها یک کم مشکل تر است نسبت به آقایان که ورزش بکنن، و هم بعضی اوقات یعنی فعلا در فضای باز که کرونا وجود داره یک کم تم تاثیر میکنه، ولی این برمیگرده به خود ما یا به خود ما که چه قسم ای را برداشت بکنم ازش و چه قسم برای دوباره پس به مردم بفهمانم که نه این گپ ها و سخنهایتان اشتباه است، یعنی اجازه بدین که دختر خانم ورزش بکنه و به یک مقام منزلت خوب برسه تا از افغانستان یک نمایندگی خوب بکنه در جهان. خیلی ممنون، تشکر، دیدگاه خیلی خوب، و اگر با این دید پیش بریم مطمئن هستم که خیلی هم موفق تر خواهید بود. در ارتباط به تحصیلاتتون خیلی کوتاه بر ما بگین. تحصیلاتم فعلا خوشبختانه صنف 12 هستم، یعنی از دوره لیسه هنوز نپرامدیم و در کناری که مدرسه های مکتب من میخوانم و ورزش من میکنم بعضی کارهای اجتماعی میکنم که بیننده عزیز خودشان شاید مرا بشناسن و کارهای مرا شاهد باشن. و آخرین برنامه ای که ما داشتیم یا مو دوره آموزشی بعد از دوره آموزشی کار و فعالیت های اجتماعی که میکردیم از طرف مؤسسه بین المللی ابسو بود و تانکس فور میس اینگا. امیدوار هستم برای مردم ما مفید تمام شده باشه. تشکر، ممنون شما. خب خانم باتوری، شما را فقط چند دقیقه دیگه در استودیو کت خود می داشته باشیم برای که بتونیم حداقل یک میزبانی خوب تر کرده باشیم، و ما اینجا یک مهمان دیگه هم در کنار خود داریم که آقای قاسمی، خسته که نشدین؟ نه. چطور است؟ شما اینجا به شما باشیم و چطور خسته شدیم؟ خیلی خوب، تشکر. شما میکنم تمرین میکنین، رشته این بلد هستین حداقل؟ رشته جایی که وقت نمیمانه. کدام ورزش؟ ورزش، 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 ورزش. ها چرا نه، برای هر مؤمن مسلمان لازم است که ورزش کنه، برای صحت بسیار مفید است، فایده داره. درست. آهنگ بعدیتون چی هست؟ آهنگ بعدی مطلش من نیم دیوانه بلکه زندگی دیوانه است. جالب. می خونیم. جالب. خدا کنه مورند پسند همه ی قرار بگیره. سلام.
تشکر آقای قاسمی، خیلی ممنون، سپاس از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین و اجرای خیلی خوبی داشتین. از آقای غلام سخی هم خیلی ممنون و از شما هم آقای ملنگ اگه اشتباه نکنم. سپاسگزار شما که در برنامه حضور پیدا کردین. قربانتون زنده باشید. تشکر از شما که ما رو در برنامه تلویزیون یک دعوت کردین و از کارمندای عزیز و شما خدا کنه که بدر یک برنامه خوش سپاری کرده باشم. سلامت باشین. تشکر. تشکر از شما. بیننده عزیز سپاسگزار از شما هم که ما را همراهی کردین. از خانم باتوری هم ممنون که در برنامه حضور پیدا کردین. ما زور من مدالاتم نمیرسه و شما هم نمیرسه و اینکه ایران هستم که چطور یک آدم میتونه، ولی من یکی حداقل یک رشته را کامل وارد نیستم، ولی شما در چند رشته و نه اینکه تکواندو رشته اصلیتون هست خلاف رشته مسابقه دادین و این همه مدال دارین، حضورتان افتخار است، حضورتان انرژی است برای دیگه دختر خانم ها، برای دیگه نوجوانایی که بالاخره در اجتماع هستن. شما را که میبینن مطمئن هستم یکی دو نفر حتما ذهنیت ایجاد میشه برشان که شروع کنن. ممنون شما که در برنامه حضور پیدا کردین. تشکر از دعوتتون. سلامت باشین. قسمی که در شروع برنامه بر شما تاکید کردم، ما در برنامه امروز روی افزایش میزان تقاضای پاسپورت صحبت میکنیم و اما این که دیروز اعلان شد که روند توزیع پاسپورت در 16 ولایت شامل کابل، غزنی، هلمند، قندهار، لوگر، ننگرهار، پکتیا، پروان، میدان مردک، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز و نیمروز و به جز موارد استثنایی تا پایان موج سوم کرونا متاسفانه متوقف شده. دیدگاه هایی هم وجود داشته که متوقف شدن یا هم محدود شدن روند توزیع پاسپورت یک مشکل دیگر ایجاد میکنه و آن این که جوانان افغانستان چون در اواخر درخواست پاسپورت یا میزان تقاضای پاسپورت افزایش پیدا کرده، به دلیل اوضاع امنیتی که افغانستان داره تعداد زیاد از خانواده ها، نوجوانان و جوانان افغانستان تلاش بر بیرون رفتن از افغانستان داشتن و دیدگاهی را که من دارم از یک هموطنمان، اسمشانم دقیق بر شما بگم، محمود سلیم صفایی نوشته محدود کردن توزیع پاسپورت باعث میشه که جوانان ما از طریق زمینی توسط قاچاقبران خونخور و نظامیان حکومت ایران نابود شوند و دیگر برنگردند. یکی از دیدگاه ها بود. عبدالرب فایز نوشته که سلام، من یکی از متقاضیان پاسپورت هستم، یعنی وقت پاسپورتم تمام شده و میخوام تمدید کنم، باید بایومتریک شود، ضرورت هست یا خیر؟ کامنت های متفاوت هست، حتما شریک میسازم و ببینیم که عبدالقهار فرخ هم یک کامنت گذاشته، همینجا به خانش میگیرم و بعدش میریم سمت بخش بعدی. گفته ریاست پاسپورت اداری برای حل مشکلات شهروندان ندارد. شما فکر کنید که تمام متقاضیان پاسپورت در کشور تنها ریاست عمومی پاسپورت در کابل صلاحیت صدور پاسپورت را دارند. راه حل این است که در کابل 4 دفتر حوزه شمال، شرق، غرب و جنوب ایجاد کنند تا همه مراجعین تعداد مراجعین گفته کاهش پیدا کنه و هم تقاضای شهروندان مرفوع گردد. دوم این که همکنون صدها نفر در بورسیه‌های تحصیلی کشورهای دیگر کاندید کردند و برای ثبت نام و قبولی آن در پاسپورت به پاسپورت نیاز دارند، در حالی که توزیع پاسپورت برای اینها نیز بند شده است. این یک مشکل جدی و بازی با سرنوشت جوانان است. امید است که در این بخش تجدید نظر شود. دیدگاه هموطنان ما را در فیسبوک داشتم که من یکی دو تا شب خانش گرفتم، باقی مانده حتما سر فرصت به خانش میگیرم. حالا فرصت است که بخش ورزش یک را با همکار خوبمان آقای علی رحیمی داشته باشیم. نگاه کردم شما فهمیدین که همینجا هست. صبح شما بخیر. صبح بخیر، خوب هستی؟ سلامت باشین. چقدر بیروبار بود چند دقیقه پیش نام خیلی بیروبار بودید نه؟ خب برسی به پنجشنبه هست و ما هم مهماندار هستیم. ممنون از اینکه در این بخش همراه من هستی. میخواییم که هر چی در دست داری در این بخش با انرژی تمام به بیننده ها تقدیم کنی. زنده و سلامت باشین. سلامت باشین. سلام، صبحتان بخیر، آخر هفته تان امیدوارم که خیلی خوب گذشته باشه. امروز روز تاریخی است در تاریخ فوتبال افغانستان. ما قرار است که مقابل بنگلادش در قطر مسابقه را انجام بدیم که خیلی میتونه برای ما سرنوشت ساز باشه و سه امتیازی را که ما اگر کسب کنیم میتونه در ادامه کار کارمون را بهتر بسازه. خب ارتباط ما فکر کنم با قطر هماهنگ است. ما با فیروز مشروف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان صحبتای را خواهیم داشت. وصل هستن تماس ما؟ خب تماس وصل نیست. تصاویر تمرینات دیشب تیم ملی رو با هم ببینیم که عکسایی از تمرینات تیم ملی ما هست، فوق العاده
خوب کار کردن در تمرینات در اردویی که در دبی برگزار شده بود، بعد از اون رفتن در دوحه. یه هم تصاویر از جریان تمرینات تیم ملی ماست. امشب بازی رو به طور زنده و مستقیم و قانونی میتونین راس ساعت 6:30 به وقت کابل افغانستان از تلویزیون یک بیننده باشین. خب امیدوارستیم که افغانستان بتونه امشب 3 امتیاز برای ما کسب کنه. شرایط آب و هوا در قطر هم فوق العاده گرم است و مسئولین قطر وعده دادن که میتونن دمای گرمای قطر هم پایین تر بیارن تا بتونه که تیم ملی در شرایط کاملا مناسب مسابقه خودش مقابل بنگلادش انجام بده. بعد از 2 سال و بعد از شیوع ویروس کرونا ما قرار است که در یک رقابت بین المللی و در فیفا دی مقابل بنگلادش قرار بگیریم و امیدوارستیم که بتونیم 3 امتیاز کسب کنیم. ارتباط ما وصل شد. خب کم کم کوشش میکنیم که ارتباط ما با قطر هم برگزار شود. فیروز مشروف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان هم در قطر کنار تیم ملی قرار داره و ما در ادامه صحبت ها و سوالایی که آماده کردیم از آقای مشروف پرسان میکنیم. اما میریم خیلی کلپ فرشاد نور کاپیتان تیم ملی ما را تا زمانی که اسکایپ ما وصل شود با هم ببینیم. تمرینات بسیار خوبی در دبی داشتیم و حتی نتایج خوبی برابر اندونزی و سنگاپور در دو دیدار تدارکاتی هم گرفتیم. مدت زیادی است که تیم یک جاست و این اولین بار است که چنین اتفاقی برای ما رخ داده. برای مسابقه فردا کاملا آماده و هیجان زده هستیم. امیدوارم نتیجه خوبی کسب کنیم. اگر صادقانه بگویم من بازی های سایر گروپ ها را هیچ وقت دنبال نمی کنم. همانطور که گفتم ما مدت زیادی با هم هستیم، پس ما می توانیم یک تیم قوی و خوب باشیم. البته هنوز هم ضرورت داریم که به شرایط خوبی برسیم، چون مدت زیادی است تمرین و حتی مسابقه هم نداشتیم. با این حال من باور دارم که ما می توانیم برنده مسابقه باشیم. ما از هیچ تیمی نمی ترسیم. ما از مردم افغانستان می خواهیم که ما را حمایت کنند. ما تمام تلاشمان را برایشان انجام می دهیم تا نتایج خوبی کسب کنیم. تشکر از فدراسیون فوتبال افغانستان که با رسانه ها کمک های زیادی میکنن و در بخش اطلاع رسانی هم تمامی مواردی که ما نیاز داریم در دسترس ما قرار میده. فکر کنم که ارتباط ما سرانجام برقرار شد. آقای مشروف سلام، صبحتان بخیر. سلام علی جان، صبح شما بخیر. تشکر، صبح همگی بخیر. انشالله که خوب خوش باشین. من فکر میکنم امروز همگی منتظر بازی تیم ملی است. ما هم مثل شما بی صبرانه منتظر هستیم. من در خدمتتون هستم. تشکر میکنم از تلویزیون یک. زنده و سلامت باشین. ما پس از تلاش‌ها سرانجام توانستیم که بازی‌ها رو به صورت قانونی هم خریداری کنیم و امشب میتونن که هموطنان ما بازی رو از طریق تلویزیون یک راس ساعت 6:30 بیننده باشن. آقای مشروف از گرمی هوا و گرمی تمرینات تیم ملی برام اگه گفتنی‌هایی داشته باشین. هر دو تا گرمه، هم تمرینات و هم هوا. خب هوا که در این شرایط، در این فصل سال، در این جغرافیایی که ما قرار داریم، خب یک چیز طبیعی است که در واقع هوا گرم است و خب تیم آماده است از هر لحاظ که فکر کنیم. خوشبختانه به غیر از برد به چیز دیگری فکر نمی کنیم. با توجه به اینکه به شدت نیاز به امتیاز مسابقه امروز داریم و از سوی خب مدت ها تیم ملی ما بازی نداشته و کرونا اجازه نداد که مردم عزیز ما فوتبال تیم ملی خود دنبال بکنن، امروز بعد از گذشت بیشتر از 1.5 سال حتی پا به میدان مسابقه میگذاریم. در مسابقه بسیار مهم، درست است که بنگلادش خیلی یک حریف قدر و نامدار در سطح آسیا نیست. این مسابقه شاید فاینل نباشه، این مسابقه شاید برای مستقیم یک برای قهرمانی و گرفتن کاپ نباشه، اما امتیازش برای ما خیلی مهم است. امتیازش برای ما بی نهایت ارزش داره، اهمیت داره. چیزی را از دست نمیتیم، ولی مطمئن باشن با کسب امتیاز از چند لحاظ تیم ملی ما و کشور ما برد خواهد کرد. همگی آماده هستیم انشاءالله که بتونیم امروز سربلند از میدان مسابقه بیرون بیاییم. خب آقای مشروف، طبق قوانینی که خب در فیفا هست، هر تیم باید قبل از یک مسابقه بین المللی در ورزشگاهی که مسابقه برگزار میشه باید تمرین آخر خود اونجا انجام بده. چی شد که تمرین تیم ملی ما دیشب در ورزشگاه به رحمت برگزار نشد؟ والا سوال برای ما هم سوال پیش آمده. شما میفهمین شرایط کرونایی وقتی خب یک سازمان و یک نهاد برگزاری تصمیم بگیره
و نمیتونیم ما اعتراض بکنیم. متاسفانه شرایط کروناییه و به دلیل اینکه امروز بعد از مسابقه ما با بنگلادش، هند و قطر هم مسابقه میدن که سمتیاز ای بازی هم برای ما خیلی مهمه. اصلا نتیجه این مسابقه هم برای ما مهمه. حتی به اونا هم اجازه ندادن. شاید به خاطر ترافیک ایجاد شده در چمن ورزشگاه و فشاری که روی چمن میه اجازه ندادن تو اونا هم نمیتونن تمرین کنن. خب ما امروز یک اتفاق تقریبا ناخوشایند داریم که هرچند سرمربی تیم دیشب که ما صحبت میکردیم این موضوع رو کنترل خواهد کرد. ما متاسفانه حتی تمرین گرمکاری قبل از بازی رو هم نمیتونیم در اجازه میدن انجام بدیم. خب خوب بود که اوجه انجام میدادیم، اما خب بگم میکنم فوتبال حالا خیلی پروفشنال شده، یعنی نیاز این درسته که گرمکاری قبل از میدان یک اصل است، یک شرط هست، ولی مربی ها شاید کارهای دیگه ای را انجام بدن. برای ما بیرون ورزشگاه الصد که دیروز ما با سرمربی رفتیم دیدیم، خود استادیوم الصد جاستن بن حمد خب بالا روبرویش یک کمپلکس ورزشی داره که اونجا چند تا میدان داره. به ما گفتن میتونن که از ساعت 4 تا 4 نیم وجود گرم بکنن، بعد بیان داخل رختکن و داخل میدان تاشین. انوش دستگیر قطعا تدابیر رو برای قسمت چیده که بچه های ما زیاد گرمی رو احساس نکنن، چون در تام خیلی هوا گرمه. خب برای همه تیم‌ها گرم است، ما نمیخوایم گرمی هوا رو با نکنیم. برای ما چون بازیکنایم از بیرون میان، بیشترشون از اروپا میآیند، این رو باید قبول بکنیم که سخت است. هم بیان ما که از کابل رفتین خب بله، ببینین در افغانستان ما هم کشور تقریبا 4 فصلی هست، یعنی ما در کابل مثلا هم زمستان سرد داریم در مقطع گرمی رو تجربه میکنیم، اما در این شدت نه واقعا. یعنی هوای قد دوحه و دبی فعلا به خاطر اینکه حالا بحر داره یک کمک طاقت کم میکنه. برای ما یک کمک حالا برای اروپایی ها که میان واقعا دیگه فوق‌العاده گرمه، ولی باز هم دمای داخل استادیوم خوشبختانه خوب کنترل شده. و اون روز که ما رفتیم استادیوم دیدیم، بفرمایید سوال میکنم. خب گفتن که مسئولان ورزشگاه بن احمد گفتن که خب شرایط برای شما اوایل خوبتر میکنن و درجه سانتیگراد به 25 درجه میان. شما در ورزشگاه حضور داشتین، چه حسی داشتین؟ واقعا یک بیرون ورزشگاه هوا سرد، هوا گرم، داخل ورزشگاه هوا سرد. یعنی جام جهانی قطر هم قرار است که در قطر برگزار شود سال 2022، واقعا یعنی شرایط مطلوب میشه برای بازیکن‌ها در 25 درجه سانتیگراد؟ ما اول خب ببینین پول یک شرط هست، ولی خب دلیل به نظر من خیلی محکمی برای موفقیت نیست. ولی خب قطری‌ها در کنار اینکه پول دارن، مدیریت خوب دارن. با تمام اینها من فکر میکنم خوب مدیریت کردن، یعنی میزبانی جام جهانی رو به خوبی میتونه قطر انجام بده. هرچند هنوز خب از داخل مثلا شهرشان، مثلا خود دوحه، شهر البکره و الدوحیل، اینا خب خیلی با زیبایی که مثلا دبی هست یا شهرهای دیگه کشورهای نزدیک خود قطر است نیست، اما از لحاظ فوتبالی من فکر میکنم در حال حاضر مدرن ترین کشور آسیایی فعلا قطر هست. بله ما از بیرون ورزشگاه وقتی میریم داخل، دقیقا اصلا دروازه که وا میشه داخل سالن که میشیم، خب بسیار روشن است، دیگه گرمی احساس نمی‌کنیم که گرمی باعث میشه که بازیکن اذیت شود، یعنی نتونه خود کنترل بکنه. خب بیان کم درباره تیم ملی هم صحبت کنیم. مثلا حالا انوش دستگیر تانسته که یک ترکیب اصلی رو در دو بازی دوستانه که انجام داده پیدا کنه یا خیر؟ خوشبختانه خیلی خوب هست شرایط تیم. در دو تمرین گذشته انوش دستگیر به شدت از تمرینات تیم راضی هست و برنامه‌های بسیار خوبی را برای کسب امتیاز مسابقه امشب داریم که قطعا شما رو در میدان خواهید دید. ولی خب دیگه فوتبال هست، هیچ چیزی در فوتبال پیش بینی نیست. هر دو تیم آمادگیشون گرفتن، ولی من به جرئت میتونم بگم ما چند سرگردن از بنگلادش بالاتر هستیم و بنگلادش براتی امشب یلا نمیکنه، میره مطمئن باشه. خب چند تا سوال کوتاه بکنم. آیا انوش دستگیر بالای حسین زمانی ریسک خواهد کرد و در ترکیب اصلی جای میته برش؟ این سوالتان من فکر میکنم مثلا یعنی جواب دادنش هیچ مربی و هیچ اولا خیلی در صلاحیت خود سرمربی است که ترکیب خودت یک سر قبل از بازی
اجازه بدین ترکیب ببینیم که سرمربی چی تصمیم خب قطعا درباره چیزی که صحبت نشده در رابطه با بازی هندوستان و قطر است که برای ما میتونه یک بازی کاملا شش امتیازی باشه، چون که اگر قطر هند ببره و ما بتونیم که امشب بنگلادش شکست بدیم فاصله ما خیلی خوب میشه با هند. به نظر ما شما اصلا آقای رحیمی من فکر میکنم اصلا ما نباید به بازی های دیگه فکر کنیم. ما شرایط داریم، جایگاه سوم در جدول برای ما مهم هست و باید دوره حفظ بکنیم. این اصل ما خب و همه چیز هم دست خود ماست. من یادم میاد که هفته های پیش وقتی که مثلا بارسلونا مسابقه رو باخت به گرانادا در نیوکمپ، خودش قهرمانی رو داد به اتلتیکو در صورتی که میتونست با برد برد صدر جدول. این همون مثال برای ماست. فعلا جایگاه سوم جدول برای ما جایگاه اول است و جایی است که باید باشه، جایی است که منطق فوتبالی امروز برای ما ایجاب میکنه که ما در جایگاه سوم باشیم. ما نمیخوایم خود از در واقع از قطر و عمان کم بزنیم، اما در حال حاضر نمیتونیم خود مقایسه بکنیم از هیچ لحاظی با قطر و عمان. از لحاظ استعداد فوتبالی مقایسه میکنیم اما فوتبال تنها استعداد نیست. من فکر میکنم بعد از قطر و عمان ما در جایگاه سوم جدول باشیم، ما به هدف خود رسیدیم، هم تیم ملی ما نتیجه خوب گرفته و هم در واقع شرایط خوب. دیروز سرمربی تیم ملی هم در نشست خبری گفت فعلا رقابت بین دو تیم به صورت شدید هند و افغانستان برای جایگاه سوم هست و تیم بنگلادش هم حالا ما بی احترامی نمی کنیم، ولی خب ما مطمئنا از اونها بالاتریم و مسابقه امروز برای ما حکم یک سه امتیاز فوق العاده مهمه داره که ما بنگلادش نباید ما رو ببره. به دو دلیل. دلیل اولی که سطح فوتبال ما از این تیم بالاتر است و موضوع دوم هم موضوع خب جایگاه ما نباید در واقع از سوم بره پایین. هند امروز من میگم مثلا قطر ببره، ولی ما به فکر برد خود هستیم که جایگاه خود در جایگاه سوم حفظ بکنیم. حالا قطر یا بنگلادش، شاید هم دیدین امروز هند کار بزرگی کرد، قطر متوقف کرد، ولی خب ما فقط با بازی خودمون فکر می‌کنیم. خوبه. و یکی از قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا در رابطه با بازی‌های رودررو است که در خب لیگ قهرمانان نشان داد که اونا گل زده رو انتخاب نکنن. در صورتی که امتیاز افغانستان با تیم هند مثلا در بازی‌های آخر مساوی شوه، کنفدراسیون فوتبال آسیا چی تصمیم می‌گیره؟ بازی‌های رودررو رو حساب می‌کنن یا گل زده رو؟ خب بازی رو در رو هم میتونه ملاک باشه. خب در اون قسمت تفاضل گل محسوب میشه که خوشبختانه تفاضل گل ما، البته ما بعد تا حد زیادی بتونیم تفاضل گل خود به مثبت برسانیم، چون که ما گل های بیشتر دریافت کردیم در مقابل قطر. بله ما متاسفانه بله، اما 6-0 قطر کمک کار ما رو سخت کرده. ما بازم خدمت شما میگم این اما اگرها هست در فوتبال، اگر فلانی ایتو شبه، اگر او تیم ایتو کنه، جذابیت فوتبال نمی اما اگر بله. هست بله. ولی جذابیتش هست، ولی خب برای یک تیم پروفشنال که فقط به سیمتیاز فکر میکنه و برد فکر میکنه، ما به این اما اگرها خیلی کمتر فکر میکنیم و در حال حاضر میخواییم همون رقم که تیم مورال داره و از طریق صفحات اجتماعی مردم بسیار حمایت خوبی کرده از تیم ملی، رسانه‌های عزیز، فقط و فقط به یک چیز فکر کنیم و هم برد هست. زنده و سلامت باشین آقای مشروف، سلام تمام مردم افغانستان هم بر بازیکنان تیم ملی ما برسانین و بگوین که دعای ما پشت سرتون است و امیدوار هستیم که امروز و بعد از ظهر امروز بتونن که یک بازی پرگل و سه امتیاز شیرینی را برای کشور ما کسب کنن. در این شرایط متاسفانه نچندان خوب و سختی که ما در کشور داریم، تنها دلخوشی ما حضور در میدان ورزش و افتخار آفرینی نیست. انشالله امشب بتونیم ساعاتی را در صفحات اجتماعی با پرچم زیبای افغانستان، با عکس بازیکنان تیم ملی، با شادی و اتحاد واقعی برای افغانستان جشن بگیریم. انشالله میبریم، مردم هم حمایت بکنیم. خب زنده و سلامت باشین آقای مشروف، وقتتان بخیر، خدا نگهدار. تشکر میکنم، بخیر باشین. خب میتونن که امشب رأس ساعت 6 برنامه ویژه‌ای که ما در نظر داریم در رابطه با بازی تیم ملی ما مقابل بنگلادش از تلویزیون یک بیننده باشین با گزارش دوست و همکار خوب ما مختار لشکری که امشب قرار است با صدای دلنشینشان بازی افغانستان و تیم ملی کشور ما را گزارش بدن. ساعت 6:30 در ورزشگاه بن احمد قطر قرار است که بازی افغانستان برگزار شود و میتونیم به صورت زنده و قانونی اون مسابقه را ببینیم. در قسمت از برنامه بریم صحبت‌های انوش دستگیر مربی تیم ملی کشور ما را بشنویم که صحبت‌های خیلی شیرینی داشت. سلام به همه. در ابتدا می‌خوام از فدراسیون فوتبال قطر به خاطر میزبانی از مسابقات گروه ما تشکر کنم.
خوشحالیم که اینجا هستیم تا اولین مسابقه ما را در مقابل بنگلادش برگزار کنیم. ما اینجا هستیم تا جایگاه سوم را در جدول حفظ کنیم و برای آن تلاش خواهیم کرد. بازیکنانی در اختیار دارم که در تیم‌های خوب اروپایی بازی می‌کنند. و ما باید برنده بازی فردا باشیم و هیچ بهانه‌ای هم قبول نمی‌کنیم. رقابت میان ما، هند و البته با احترام به بنگلادش است. ما در بازی رفت مقابل هند نتیجه خوبی گرفتیم و بزرگترین رقابت ما در این مرحله در تاریخ 15 جون برابر همین تیم است. مردم افغانستان بدانند ما به خاطر آنها اینجا هستیم. ما به نمایندگی از کشورمان اینجاییم که به دنیا نشان دهیم افغانستان تنها سرزمین جنگ نیست. ما استعدادهای خوبی در فوتبال داریم. در مسابقه اول وقتی ما 6-0 به قطر باختیم همه فکر کردن ما ضعیف‌ترین تیم گروه هستیم. ولی ما در بازی‌های بعدی مقابل بنگلادش، هند و حتی در مقابل قطر چیز دیگری از خود نشان دادیم. خب صحبت‌های انوش دستگیر مربی جوان و با استعداد کشور ما بود که صحبت‌ها داشتن. تشکر می‌کنم از فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال که در قسمت ترجمه هم با ما همکاری کردن. فعلا در استودیو دوباره میریم برمیگردیم به مجری اصلی برنامه تابان. علی جان خیلی جزئیات خوبی رو در بحث امروز در بخش امروز جا داده بودیم و ممنون شما که زحمت کشیدین. امیدوار هستم که برد امشب امروز از تیم ملی افغانستان باشه و این که بیننده عزیز فراموش نکنن که به طور زنده بیننده باشن و همینطور در سوشال میدیای ون تیوی میتونن دیدگاهشان را شریک بسازن. زنده و سلامت باشین. فقط من آرزوی موفقیت دارم برای تیم ملی کشورمون و امیدوار هستم که امشب یک شب کاملا متفاوت تجربه کنیم. سلامت باشین. بیننده عزیز سپاسگزار شما هم که تا این لحظه گلبانگ را بیننده هستین. قسمی که در شروع برنامه برای شما گفتم که به جز موارد استثنایی تا موج سوم تا پایان موج سوم کرونا قرار نیست که پاسپورت تازه شما میخوایم موارد استثنایی را برای شما بگویم خیلی کوتاه. موارد استثنایی شامل بیماران عاجل پس از تصدیق شفاخانه‌های دولتی و خصوصی، کارمندان ادارات دولتی که عازم سفرهای رسمی به معرفی اداره‌های دولتی و تاجران ملی با ملاحظه جواز تجارتی معتبر و مکتوب وزارت صحت عامه و تجارت قرار است توزیع شود. به همین ترتیب ریاست پاسپورت به متقاضیانی که اقامت یکی از کشورها را داشته باشند پاسپورت توزیع میکنند. به غیر از این مواردی که ذکر کردم در دیگر موارد قرار نیست که پاسپورت توزیع شود و یا به درخواست جواب مثبت داده بشه. و اداره ریاست پاسپورت عمومی هم گفته که متقاضیانی که پاسپورتشان پیش از صدور این اعلامیه، یعنی اعلامیه محدود شدن توزیع پاسپورت به ریاست پاسپورت فرستاده بودن، برای گرفتن پاسپورتشان در مرکز و ولایت‌هایی که قبلا من برای شما 16 ولایت را گفتم ذکر کردم طی مراحل شده و میتونن که از پستخانه های مربوطه ولایتشان و ولایتشان یا هم ولسوالیشان دریافت کنن. خیلی خوب میریم یک میان برنامه، در ادامه میان برنامه من همراهی کنین، در ساعت اخیر برنامه قرار داریم.